یو اسکوت چطورین بچه ها؟ بر دی ال پی هستم، خوش اومدید به گیم پلی خیلی باحال دیگه از بازی نات فور برادکست. از این بازی 5-6 ماه پیش فکر کنم گیم پلی گذاشتم، اون موقع خیلی استقبال خوبی ازش کردین، ولی یه چیزی که خیلی واسم جالب بود اینه که الان تازه دارین ازم میخواین که دوباره ازش گیم پلی بذارم. منم دقیقاً همون کاریو میکنم که شما خیلی دوست داشته باشین. بچه‌ها یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارشو بزنید که به محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم شما با خبر بشید، بیاید ویدیوها رو ببینید و کلی حال کنیم با هم دیگه. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم، حتما توی اون دوتا هم جوین بشید. توی پیج اینستاگرام هم میخوام یه ویدیوهایی بذارم که توی یوتیوب هم منتشرشون نمیکنم. توی کانال تلگرام هم دارم لینک دانلود بازیهایی میذارم که شما خیلی دوست داشتین، پس حتما جوین بشید توی اون دوتا هم. بدون معطلی بریم سراغ بازی. خب اولش باید یه دونه اسم برای گیممون انتخاب کنیم. فکر کنم بهترین اسمی که الان میتونم واسش بذارم الپی شوه. من صداشو یه ذره تنظیم بکنم ببینم چه خبره اینجا، چه اتفاقی قراره بیفته. گوشی رو برمیداریم. اینا رو فکر کنم توی پارت قبلی دیدین، ولی مجبورم الان دوباره از اول بازی کنم، ولی اتفاقای جدیدم توش حتما میفته. میگه که مثلا که بازرس داره میاد اونجا، یه ذره اونجا رو جمع و جور کن و تمیز کن. خب میگه جلو رو نگاه کن ببین چه خبره اونجا. میگه اون نوار داره ویورا رو بهت نشون میده، اگه خوب عمل کنی اون نواره پر میشه، اگه بد عمل کنی با این صدای بوق بهت اختار میده. این بغلم میگه سکانس های مختلفه که باید سویچ کنی هی روشون. یه کنترل تمام چیزای استودیو از اینجاه. این دسته رو باید الان بکشیم پایین. سمت راست مثلا که چیزی که داره پخش میشه و خودمون میبینیم فعلا. اینو ویورا نمیبینن. اینم برنامه‌ایه که الان میتونیم بذاریم پخش بشه دیگه. خب یه دونه اینا رو الان انتخاب میکنم. کریزی نیلو میذارم این بالا. اوه چقدرم شلوغ استودیو. اینم میذاریم پایین. آلن جیمز هم میذاریم پایین‌تر. برو بریم ببینیم چه خبره. میریم روی یک. اوکی این اسکرین فکر کنم اونیه که خودمون اول میبینیم، این یکی اونه که ویورا میبینن. فکر کنم اینجوری باشه یا برعکسش. سخت شد دیگه، خیلی داره سخت میشه. بعدش باید چنج کنیم دیگه، یه چیزایی هم ممکنه اشتباه بشه، باید سانسورشون کنیم از این بقیه. 9 ثانیه دیگه باید برم رو اسکرین 2. اوکی همه چی دستمه، همه چی تنظیم. میریم اخبار. این اومد یه توضیح راجع به خبره داد، بعد رفتیم رو خود اخبار. الان خیلی بازیش باحاله اینا، اصلا یادم رفته بود. من دمتون گرم انقدر تو کامنت ها گفتین. این اینجا داره میکاپ میشه و آماده میشه واسه برنامه. دوباره سری برمیگردیم روی اسکرین یکمون که چیزی به هم نریزه. وقت اوه اینجا رو ببین، اینجا رو هم باید تنظیم کنیم. این فکر کنم تنظیم صدا باشه، مثلا جایی که صدا میاد پایین یه ذره خودمون ببریمش بالاتر. اینم خیلی چیز باحالیه. فقط چند تا کارو یهو با هم نگی انجام بدیم و نمیشه این ور اون ور رو با هم هندل کرد. چقدرم کندی میاد پایین. اوه چقدر سخته این بغل. یه داستان دیگه است اصلا خودش. خیلی با ظرافت بالا پایین میکنیم. اوکی وایسا این تموم شه. خب چیکار کنم الان؟ برم روی 2؟ این که خیلی بد شد که. چرا پس میگی 2 رو بزن؟ واسه چی میگی 2 رو بزن پس؟ آقا چیکار کنیم الان؟ آها اینا رو باید بزنم. وای باختیم، گوه زده شد تو بازی. زودتر میگفتی باید این کار رو انجام بدی دیگه، چرا اینقدر دیر گفتی؟ یه بار دیگه بریم، حالا اشکالی نداره. کاش فقط یارو دیگه اینقدر حرف نمیزد هی بخواد بهمون توضیح بده. سیگمنت 1 رو یه بار دیگه باید تست کنی. زیاد صحبت نکن. ویدیوها رو میذاریم اول، یه چیز دیگه رو میذارم این دفعه. اینو میذارم بالا، اینو میذارم 2. آها من اشتباه کردم، ویدیو از اون بغل عوض میشد، اون سکانس ها رو تغییر میداد. خب اینو باید بکشیم که استارت بشه فکر کنم، یا باید میدادیم پایین. درست بود، روشن الان همه چی. آقا استارت رو بزن دیگه. اوکیه تنظیم همه چی، شروع کنید. حواسم هست. 7 ثانیه دیگه این ازگل دوباره میره رو آنته. مسلط، خیلی با اعتماد به نفس اجرا کن. باریکلا. اوکی ویورامون هم داره میره بالاتر، خوب اجرا میکنه. آقا چه معلومه مسلط، از بچگی داشته این کارو انجام میداده. چقدر جالبه اینطوری بتونی همزمان تو اتاق فرمان ببینی ها. با اینم فکر کنم صداشون کم و زیاد میشه. آها این لایو، این اون چیزیه که ویورا دارم میبینم. صداشو یه ذره باید کم کنم که خودم قاطی نکنم. آها اوکی. چقدر واقعا سخت این کار. اونایی که تو اتاق فرمان کار میکنن واقعا همه چی تو لحظه است، یعنی اصلا قدرت تصمیم گیری نداری زیاد، در آن واحد باید یه کار انجام بدی.
بریم. عالی عالی، همه چی تحت کنترل و سر تایم درسته. این با اسکرول موس هم بالا پایین میشه، خیلی خفنه. من داشتم با این بالا پایین میکردم خیلی سخت میشد اونجوری. کاش یه ذره زودتر فقط جابجا میشدی، خیلی بهتر میشد اگه این کارو میکردی. یکم سرعتش باید میرفت بالاتر، هم سرعت حرکت خودش هم سرعت جابجاییش. این چی هست اصلا؟ توضیح ندادین چی کار میکنه. سلطان اتاق فرمان اینجا نشسته، نگران هیچی نباشید اصلا. خیلی مویی و ریز رد میکنیم تمام اینا رو. اوکی، اینجا ذره حساس شده بود داستان. خب چیکار کنم الان؟ من چیکار کنم؟ فعلا که اختیاری چیزی بهمون ندادن اصلا. یکی داشت کمکمون میکرد دیگه، هیچی نمیگه یارو. چرا این صدا رو میشه زیاد کنی؟ آقا یکی به من بگه زودتر، بعد از این من باید چیکار کنم؟ اوکی، خب سکانس های مختلف اومد الان. اینو کم کم صداشو میارم پایین که بریم سراغ برنامه دیگه. چقدر باحال این بازی رو درست کردن، واقعا فیلم ساختن واسش. خیلی گیم خفنیه. اعصاب نداره یارو. بابا مرتی که سر برنامه زنده ایم و این کارا چیه؟ دیوونه بازی چرا داره در میاره یارو؟ اوکی، از کدوم باید شروع کنم الان من؟ اوکی، فکر کنم از روی چهار باید شروع کنم یا یک. به به، چقدر دقیق، چقدر درست. اونا انگار تبلیغ وسط برنامه است اون بغل. من صدای اینو خفه کنم. به به، فقط تصویر برداری رو ببینید، لذت ببرید. چقدر حرفه‌ای داره تصویر برداری میشه. من بعد از این بازی میخوام برم تصویر بردار شم دیگه. دیگه یارو ولی اصلا کمک نمیکنه. So you've just finished filming your latest movie which is called The Medicated. The Medicated. Yes. Wow, what was that like? Well, as I said to Peter at the wrap. That's Peter Jensen the director. یکم رفتم تو بحر بازی، میخوام خیلی دقیق کارا رو انجام بدم، زیاد صحبت نمیکنم دیگه. ولی خیلی قشنگ دارم انجام میدم حرکتا رو. فوق‌العاده است، واقعا حرفه‌ای دارم عمل میکنم. میخوام یه کاری کنم این نوار این بالا بچسبه این ته. 10 ثانیه بیشتر نباید روی سکانس بمونی. انگار میگه میخوام یه داستانی رو واسهتون تعریف کنم که سرباز چجوری به خاطر عشقش میجنگیده. این دیوونه است ولی یارو اسکل مسکل به نظر میاد انصافا. ولی یه برنامه رو اینجوری با این حرکت دوربین بشینی تماشا کنی، مغز آدم میترکه. با یه ذره ترانزیشنی چیزی باید سکانس ها عوض میشد، خیلی یهویی میپره. I'm afraid. Cut me and I will bleed. And often that's how it feels, doesn't it? یارو کجا بلند شد رفت؟ نیستش دیگه، شاید یه کاری داشتیم باش. چه صحنه هایی رو داره چه کار میکنه این پلیر. بابا فوق العاده ای تو پسر، اصلا برای این کار ساخته شده بودی. What do you make of this historic election result? عالی عالی، فوق العاده، شکار لحظه های حرفه‌ای. بحث داره داغ میشه دیگه، باید بیشتر تمرکزمو بذارم روی این یارو. یه ذره قیافه این یکی رو ببینیم. اه حواست باشه. اون تیکر رو باید سانسور میکردیم. چرت و پرت نگو آشغال، چرا زر میزنی؟ خیلی آدم بیشوریه این مرتی که آدم باش دیگه، چند تا کارو ما همزمان با هم انجام بدم. خب این گوساله هم داره میاد دیگه. اوه اوه، اینجا رو ببین، این هم تبلیغ دوباره یا خود یاروه؟ فکر کنم یه تیزره که از خود این یارو داره پخش میشه.
اینجا صحنه های کثیفی فکر کنم نشون میده الان. خاک تو سرت، باید سانسور کنم. ریدی تو برنامه زنده. بزن لهش کن بیشورو. این چه حرکتی بود وسط پخش زنده؟ خجالت نمیکشید شما همسن باباتون؟ بیناموس. این قسمت بازیش یه چیزی تو مایه های اسنیک و اینا میشه دیگه. باید فقط با این توپه بازی کنی بری بالا پایین. آقا اینو نمیشه پخش نکنید دیگه. یه چیز جالبتر بذاریم ویور رو ببینن. چی آخه این؟ حول رفته چسبیده به دکتر. دست از سرش وردار دکتر، سرش خیلی شلوغه. فکر کنم به موفقیتی رسیدم. سانسور میکنم، به جان خودم بری جلو سانسور میکنم. نمیذارم ببینم. داری به خودت ضربه میزنی فقط. من که نمیذارم اینجای پخش بشه. خب بعد این بعد چیکار کنیم؟ کجا باید بریم بعد این؟ بودو بگو. یکی یه چیزی بگه. یه آگهی بذارم. آره مثلا اینکه بعد آگهی پخش کنیم. خب دوباره همه بلند شدن رفتن. بذار ببینیم این چه زری داره میزنه. خدا کنه بازی کپی رایت فقط نداشته باشه. چون خیلی هم تصویر داره زیاد نشون میده، هم موزیک میزنه. یارو با چه هیجان خاصی داره اجرا میکنه برنامه رو. بابا باریکلا، انرژی عالی، انرژیت فوق‌العاده است. اه آلن جیمز این بود؟ زن نبود مگه آلن جیمز؟ دیوونن همه تو این برنامه. این برنامه واسه آدمای روان پریش داره ساخته میشه. فقط یک دقیقه من باید تبلیغ پخش کنم برای بیننده ها؟ کسل کننده میشه. خب زودتر بیاید دیگه. اون تنلش برای چی داره انقدر پول میگیره؟ نیست اصلا یارو. دو دقیقه میاد یه چیزی میگه بلند میشه میره سری. اگه انقدر راحته که منم میرم برنامه تلویزیونی اجرا میکنم دیگه. الان میاد. اه نه اشتباه شد اینو نشون ندی. هی نمیخواد این اسکل آرایشش کنید دیگه. بذار ببینیم یکی برنامهشون چیه. این یارو، اینا تو اون پارت قبلی که از این بازی گذاشته بودم هم بودن. این یارو که مست کرده بود نمیتونست وایس رو پاش هستن. من میخوام اینو بگیرم اصلا که حرف نمیزنه. اه زر زده بود. خیلی حرف مفت داری تو برنامه زنده میزنی یا عباس هم هستا. بابا دارم سانسور میکنم دیگه. چند تا کار همزمان باید انجام بدیم؟ اگه من چند تا دست دارم؟ چقدرم زشتن جفتشون. این برنامه فکر کنم خیلی کسل کننده میشه. بذار یه لحظه برم رو اینا شوکشن. کاری نکنی اینجا، حواسم بهت هست کلک. به تو هم حواسم هست. یه قلپ دیگه از اون آبجوت بخور تا آبروی سیاحت تو ببرم. یه ذره صدا و لبای این انگار تنظیم نیست با هم دیگه. این یارو خیلی قیافش آشنا احساس میکنم. من اینو یه جا قبلا دیدم، بجز این بازی البته، جای دیگه. اگه به نظر شما هم قیافه این خیلی آشناه، حتما توی کامنت ها برای من بنویسید ببینیم اینو کجا دیدیمش قبلا. فکر کنم بحثشون انتخاباتی و ایناه، یه چیز این شکلیه. چی میگه این هی که من باید سانسور کنم؟ بابا مثل آدم حرف بزن دیگه، اینقدر سخته واقعا؟ حواست باشه دارم میگیرم و همه جا رو دارم میگیرم. یه لحظه برم روی اینا پراشون بریزه. شوک میشن، خیلی باحال میشن. بابا این داره حرف میزنه اصلا، من رو قیافه نحس اینم همش چرا. میخوام دیگه از این یارو تکی اصلا نگیرم. فقط دوتا بازر زده بود. سانسور؟ آره کلا. کاش صدای سانسوره رو خودم هم میشنیدم میفهمیدم کجا رو دارم سانسور میکنم. خیلی عزیاله این، هرچی هم سانسور میکنی نمیفهمه. اصلا دیگه فقط تو رو نشون میدم که آبروت بره. خب مثل اینکه دوباره اون گل پسر باید بیاد. خیلی مهمه که آخر جمله هاشون بتونی سکانس رو عوض کنی و جایی که حرفشون تموم میشه قشنگ دوربین رو ببری جلو و بیاری عقب، دوتاشون رو نشون بدی. یا اول فاز اینجا رو ببین. چجوری من الان این سکانس رو عوض کنم برم روی اون یکی؟ اومدی؟ بی خبر اومد. یه زنگ بزن قبل اینکه بیای. این تیکرم مو ماستی باید رد کنیم و تمام. ایزی. این فکر کنم کیفیت برادکستمون بود. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین که این بازی رو ادامه بدم و پارت‌های بعدیش هم واسهتون بذارم، حتما توی کامنت‌ها برام بنویسید. تمام کامنتاتون رو می‌خونم. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم. حتما توی اون دوتا هم جوین بشید. اول ویدیو گفتم که چه کارهایی می‌خوام انجام بدم. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارشو بزنید که به محض اینکه من ویدیو جدید می‌ذارم شما باخبر بشید، بیاید ویدیوها رو ببینید و کلی حال کنیم با هم دیگه. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.